درود بر شما همراهان و خوش اومدین به کانال شب رو ممنونم که اینجا اینو روی این ویدیو کلیک کردین سپاسگزارم از هر گونه حمایتی که از کانال خودتون دارید بریم که با هم داستان امروزمونو بشنویم این زرب المثل که میگن برای که تو بچگی سیر شیر نشه تو بزرگی هم سیر علف نمیشه مثال بارز منه اون از بچگیم که هنوز دست راست و چپم و تشخیص نداده بودم پدرم سرطان گرفت و مرد اونم از مادرم که شوهر دوم کرد و شوهرش حاضر نشد ما رو خوش کنه و من و سه تا خواهر و چهار تا برادرم زیر دست عموم و زنمون بزرگ شدیم اونا زن و مرد خوبی بودن و در حق ما کوتاهی نکردن اما این وسط به منی ظلم شد که نه پدرم و دیدم نه مادرمو که یه لغم غذای مادرونه بذاره تو دهنم خواهر برادرام همه با فامیل وصلت کردن. اون زمان خیلی سخت نمی گرفتن. یه عروسی معمولی با کمک بزرگترا می گرفتن و می رفتن توی یه اتاق زندگی می کردن. من و خواهر برادرام همه توی یکی از شهرهای استان خوزستان بزرگ شدیم. مادرم بعد از ازدواجش رفت قشم. شوهرش کارگر لنج بود و دائم توی دریا برای همین مادرم زیاد نمیتونست به ما سر بزنه و ما هر چند وقتی میرفتیم پیشش و سه چهار روزی میموندیم و برمیگشتیم تابستون یک سال که من هنوز 16 سالم بود با یک از خواهرام و شوهر و هاش رفتیم خونه ی مادرم همونجا من با یه پسر 22 ساله گرگانی آشنا شدم خیلی آدم اقتصادی بود و یه سری چیزا رو از جنوب میبرد شمال و یه سری چیزا از اونجا میورد این منطقه با سود خوب میفروخت من باهاش توی بازار آشنا شدم راستش برای منی که توی زندگیم هیچ مهر و محبتی ندیده بودم هر حرفی از طرف اون کلی به جونم مینشست همه زندگی ما براش گفته بودم فقط میدونستم اونام خانواده پرجمعیتی هستن تا همین حد راستش وقتی پیشش بودم یا مخفیانه بهش پیام میدادم فقط دلم میخواست حرف بزنیم و هیچ چیزی هم برا مهم نبود به هم قول دادیم که هر وقت هر دومون اومدیم اونجا بیایم پیش هم بعد از اون چند روز شیرینی که حسابی دوستی با مهران زیر زبونم مزه کرده بود برگشتیم شهر خودمون و من دوباره رفتم خونه امون. به درس خوندن علاقه ای نداشتم و تا راهنمایی بیشتر نخونده بودم حسابی تو فکر مهران بودم که زمزمه های از ازدواج من با پسر شد اموم که منو بزرگ کرده بود بزرگ فامیل بود و وقتی هم حرفی میزد کسی جرأت نداشت رو حرفش چیزی بگه من که دیگه جای خود داشت این حرفای عموم به معنای فراموش کردن مهران بود کارای عروسی من و سجاد پسر عموم به سرعت انجام می شد و من حسابی هنوز دلم با مهران بود سجاد خیلی پسر خوب و خوش بود اما امان از دل بیست صاحب که خودشو به کس دیگه ای باخته بود خلاصه گذشت و من با سجاد ازدواج کردم و رفتیم زیر یه سب دروغ چرا هنوزم گاهی با مهران تماس میگرفتم و با هم حرف میزدیم احساس گناه بدی داشتم آخه داشتم به سجاد خیانت میکردم اون توی زندگی هیچی برام کم نذاشته بود خیلی با فکر بود و اونقدر برام فراهم میکرد که تمام کاستی هامو توی زندگی برام جبران کرده بود اما این حس سرکش لعنتی یه چیزی نمیذاش از این رابطه پنهانی دست بکشم مثل تشنهای بودم که تا از همون لیوان مخصوص آب نمیخوردم تشنگیم رفت نمیشد دیگه چتامون با مهران فراتر از حد معمولی شده بود وقتی بهم به اون حرفا رو میزد بدنم داغ میشد اصلا جنسش با چیزی که زمانی بودن با سجاد تجربه میکردم متفاوت بود دقیقا مثال بارز این بود که میگن حروم شیرین تره. مدتی گذشت و سجاد گفت دلش بچه میخواد از طرفی دل خودمم هم میخواست اما انگار سردرگم بودم و نمیدونستم آینده این زندگی چی میشه من و سجاد برای بچه اقدام کردیم یه سال دو سال سه سال شد چهار سال و ما بچه دار نشدیم کم کم تن و کنایه های بقیم شروع شده بود. از طرفی هم هنوز رابطه من و مهران ادامه داشت. اونقدر دکتر و دوا و درمون کردیم که همهشون بی نتیجه شد. چیزی که درونم به وجود اومده بود حس وابستگی به سجاد بود انگار حالا خیلی دوستش داشتم و دلم نمیخواست اونو از دست بدم بالاخره بعد از گذشت پنج سال با کلی دوندگی و دوا و دکتر من باردار شدم روز بارداری هر دومون از شوق اش میریختیم من هر بار با خودم میگفتم کاش هیچ وقت مهرانی توی زندگیم نبود و میتونستم از ته دل شاد باشم کاشش وقت به قشم نمیرفتم تا باهاش آشنا بشم که حالا باهاش رو درباسی داشته باشم و نتونم چیزی بهش بگم یه بارم با هم هماهنگ کردیم و همزمان رفتیم قشم برای سجاد خرید و بهونه کردم و با هم دیگه یه قسمت خلوت اسکله قرار گذاشتیم با دیدنش دوباره همه ی حسای پشیمونی پر کشید رفت هوا همو بغل کردیم و اون محکم منو به خودش فشو میگفت حسابی دلش برام تنگ شده حتی برام یه اتکلون گرون قیمت سوقات خریده بود بهش گفتم مهران بودنمون با هم درست نیست اما میگفت عاشقمه و... حاضره تا آخر عمر همینطوری پنهونی با من بمونه اون روز تا غروب با هم بودیم و کلی زیر گوشه هم حرف عاشقونه زدیم و بالاخره برگشتم خونه سر رو هم چند تا چیز گرفتم که دروغم در نیاد اما حس عذاب وجدان لحظه راهم نمیکرد گاهی میگفتم بزنم زیر همه چیز و مهران و ولش کنم اما میترسیدم که اونم لش کنه و کاری که نباید و بکنه مدتی گذشت و بچمون تازه وارد چهار ماهگی شده بود که اتفاق بزرگی توی زندگی من افتاد و همه سرنوشت منو عوض کرد. سوم شهریور بود که سجاد به همراه مادر و پدرش راهی تهران شدن که پدرش رو ببرن یه دکتر خوب برای ناراحتی معده. هنوز سه ساعتی از رفتنشون نگذشته بود که خبر دادن تصادف کردن و حال پدر و مادرش خیلی بده نفهمیدم چطوری دخترمون گیسو رو گذاشتم پیش همسایه و خودم و با برادر شوهرم رسونی میمارستان. من تجربه از دست دادنهای سنگین رو داشتم و دلم نمیخواست که دوباره تنها و بیکس بشم. دکتر میگفت حال سجاد خوبه ولی پدر و مادرش حال خوبی اصلا ندارن. خیالم خیلی راحت شده بود. نمیدونم خدا خواست اینطور مجازاتم کنه یا تقصیر شانس سیاه هم بود که تقدیر برام اینجوری نوشت برخلاف انتظار همه سجاد در اثر خونریزی پنهان که دکترها متوجه نشده بودن فوت شد و پدر و مادرش بهبود پیدا کردن باورم نمیشد یعنی هیچ کسی باورش نمیشد که سجاد با اون حال خوبش که راحت با همه حرف زد و میخواست مرخص بشه مرد اما پدر و مادرش که قطع امید بودن زنده موندن همش فکر می کردم سجاد چوب کارای منو خورده دلم برای دختر چهارم هم که به سرنوشت خودم دوچار شده بود میسوخت فوت سجاد برام از بدترین اتفاقات زندگیم بود قلبم داشت از اینکه حتی درست و درمون بچهش ندیده بود آتیش میگرفت چقدر منتظر بچه بود خدایا کاش تقاس کارامو با سجاد سر خودم میووردی و خودم رو میبردی سه روز اول که همش درگیر مراسم بودیم و مهمونا می اومدن و میرفتن. مهران هم همش پیام میداد که دلم برات تنگ شده و یه فرصت جور کن تا ببینمت. یه شب که خونه کمی خلوت تر بود رفتم دوش گرفتم و باهاش تماس تصویری گرفتم. انگار میخواستم با این روزگار لعنتی که هیچیش باب میلم نبود لج کنم. دکمه های بالای لباسم رو باز گذاشتم جوری که چاک سینه ها معلوم بشه. موهامو ریختم دورم به محض وصل شدن سلام کردم که چشمای مهران اول رفت روی لباسم و بعد جوابمو داد براش عکسای باز از خودم زیاد فرستاده بودم ولی این بار دلم بیشتر میخواست کمی حالمو پرسید و ابراز دلتنگی کرد بهش گفتم که نمیتونم حالا حالها حال حال ببینم ایش رو زیر زربین خانواده عموم هستم دوباره چشمش افتاد به برجستگی های لباس و با چشای خمار گفت تو از اولم برای خودم بودی. این بار از دستت نمیدم و باید مال خودم بشی. شاید هر وقت دیگه بود قند تو دلم آب میشد. شایدم اصلا میخواستم همین حرفا رو ازش بشنوم. ولی نمیدونم چرا دیگه دلم شاد نبود. همه شهره سجاد جلوی صورتم بود. کاش یه بار دیگه میشد ببینمش می و ازش حلالیت بگیرم. انگار دیگه برام هیچی مهم نبود. اونقدر حرکات و رفتار من با مهران تابلو شده بود که بقیه هم بو برده بودن که پای کسی توی زندگیمه. نگاه بقیه به ام تغییر کرده بود و میفهمیدم پشت سرم حرف زیاده و میگن این دختر خرابه ولی برام دیگه چیزی مهم نبود. خیلی سری هنوز به سال سجاد نرسیده بود که مهران اومد خواستگاری. این وسط چند باری هم حسابی از داداشام کتک خوردم چون اونام چیزایی به گوششون رسیده بود اما من توی گوشام پنبه گذاشتم و دیگه به کسی گوش ندادم ضربه های زندگی به من بدتر از این کتک ها بود بزار بقیه بگن خرابه من هر لحظه با دیدن دخترم مثل شمی آب می شدم دختری که هر لحظه بیشتر شبیه باباش می شد و می دونستم این کار خدا بود تا منو به بدترین شکل مجازات کنه صورت سجاد رو توی چهرش میدیدم و هر لحظه انگار داشت می گفت که نمی بخشمه. خلاصه که با مهران ازدواج کردم. مهران به خوبی سجاد نبود توی زندگی ولی میشد گفت زندگی خوبی داشتی من تاوان بزرگ خیانتم به سجاد رو دادم ولی تنها چیزی که منو آتیش میده و عذاب وجدان اون لحظه ای منو ترک نمیکنه اینه که چرا با داشتن سجادی به اون خوبی در حقش خیانت کردم پاد از خدا میخوام که منو ببخشه ممنونم که شنونده ای داستان زندگی من بودین و خوشحال میشم که نظرات خودتون رو راجع به داستان زندگیم داخل کامنت ها بنویسید همراهان عزیز چنان چه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید